سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. اداره تدارکات ملی 134 شرکت داخلی را در فهرست سیاه جاه داده است. مسئولان در اداره تدارکات ملی میگویند شماری از شرکت هایی که تخلف، جعل و تصویر در اسناد روند تدارکاتی کردند محروم شدند و از بابت محرومیت این شرکت ها اداره تدارکات ملی 3 میلیون دلار را به بودجه دولت آوردند. و اینجا برای بحث بیشتر بختیار نجمان، آمر تامین شفافیت اداره ملی تدارکات ملی با ما هستند. ببخشید آقای نجمان، سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر. سلام دارم خدمت شما و همکارای معزز شما، همچنان بیننده های معزز و خیلی بزرگ ملت افغانستان. علیکم سلام آقای نجمان. شما میکنیزم که برای 34 شرکت شما تا حالا در فهرست سیاه آوردین دقیقاً چه هست و چگونه توانستین که 134 شرکت شما در فهرست سیاه جا بدین؟ تشکر. سلامت باشین. اما قسمی که شما اشاره کردین، بحث محرومیت در عقد امرش، اما بیس حقوقی یا جایگاه حقوقی که واژه محرومیت مطابق به قوانین و مقررات طرز عملهای تدارکاتی در اوج تسجیل شده، دقت امرش محرومیت هم از یک اصل قانونی هست و در ضمنش هم مطابق با معیارات پذیرفته شده بین المللی هست. به این معنا مطابق با صراحت هدایت احکام ماده 49 قانون نافذه تدارکات افغانستان که در اونجا بحث محرومیت را به عنوان یکی از مجازات هایی که بر روی دست شرکت های یا ساختارهای حقوقی که بخواین در پروسه های داوطلبی و یا در ضمنش هم در مراحل تدارکاتی که وجود داشته باشد، اینا خواسته و یا ناخواسته به گونی از اشکال خلاف رفتاری بکنن از هدایت احکام و قانون و طرز العمل های تدارکاتی، اینا به موجب عمی صراحت احکام و قانون و مطابق به یک طرز العمل ویژه‌ای که در راستای محرومیت وجود داره، کمیته به نام محرومیت شکل گرفته که این کمیته وظیفه‌اش در حقیقت امرش این هست تا بتانه در چارچوب موارد قانونی و معیارات پذیرفته شده بین المللی او عده از شرکت هایی که خلاف رفتاری میکنن و از طرف ادارات تدارکاتی در حقیقت امرش بهتر است که من ادارات تدارکاتی را خدمتتان یک مقدار بحث و وضاحت بدم تا بیننده های عزیز ما بتانن بحث به گونه درستش افهام تفهیم صورت بگیرن. ما سه ساختار داریم در حقیقت امرش. یکی ادارات تدارکاتی هست، اداره تدارکات ملی هست و کمیسیون تدارکات ملی هست. وقتی نام میبریم از ادارات تدارکاتی، ادارات تدارکاتی تمام واحدهای بودجوی که به گونه مستقل کد دارن، اینا را قانون نافذه تدارکات افغانستان به نام ادارات تدارکاتی نام برده. ادارات تدارکاتی در حقیقت امرش هر کدامشان مختار هستند در پرتو احکام قانون و طرز العمل تدارکاتی. اینا پروسه های تدارکاتی خود را در حقیقت امرش شکل بدن و طی مراحل بکنن مطابق به قانون. بعد از این که تحت همون سقف قرار میگیرن، یک مبلغ تا این مشخص شده است مطابق به طرز العمل، هر زمانی که از اون سقف عبور میکنن، اینا مطابق به قانون باید او را رجعت بدن و احاله بکنن به شبه کمیسیون تدارکات ملی که کمیسیون تدارکات ملی به عنوان حوزه مقتدر، به عنوان دستگاه مقتدر و با صلاحیت در حوزه تدارکات تصمیم گیرنده هست مطابق به هدایت احکام ماده 54 قانون نافذه تدارکات افغانستان. و اداره تدارکات ملی به عنوان یک اداره پالیسی ساز و در همچنان به عنوان یک اداره که مطابق به احکام و قانون از حیث دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی فعالیت میکنه، فعالیت خود را به پیش میبره. حالا ما این بحث را پس از اونجا میگیریم که بیشتر رفتیم بر روی وضاحت ادارات تدارکاتی. ادارات تدارکاتی زمانی که در پروسه های تدارکاتیشان درک میکنن و پیدا میکنن که شرکتی که خواسته در پروسه داوطلبی شرکت بکنه، اینا به گونه از اشکال خلاف رفتاری میکنن و این خلاف رفتاریشان مطابق به طرز عمل تدارکات افغانستان و سایر قوانین افغانستان به عنوان یک تخطی، به عنوان یک جرم و به عنوان مصادیق جرمی مطرح هست. پس در اون شکل هست که کمیته محرومیت بنابر امی لزوم دید شکل گرفته مطابق به صراحت احکام قانون و ادارات تدارکاتی، بس را احاله میکنن به کمیته تدارکات، ببخشین کمیته محرومیت. کمیته محرومیت با توجه به محیطه صلاحیت و مسئولیت های خودش می بالای پروسه به بونی خیلی شفافش که ما تقریبا در حدود 6 مرحله تخنیکی در این پروسه داریم که فرم دی یک هست، یعنی دیبارمنت ون، دیبارمنت تو، دیبارمنت تری فرمای وجود داره مشخصا که این فرما هر کدامش موارد کاربردی خودش را داره. از ادارات تدارکاتی در حقیقت امرش جویای معلومات بیشتر میشن، از شرکتی که به عنوان خاطی
متهم هست از او در حقیقت امرش سمه میشه، تمام بحث ها شنیده میشه که چی گفتنی هایی دارن. پس از او، پس از غور و بررسی همه جانبه، این کمیته مطابق به قانون و طرز عملی که داره به گونه مستقلانه، بله، بازم تکرار میکنم، اجراءات از اینا در مطابق به قانون و طرز عملی تدارکاتی استقلالیتش کاملا تامین شده، یعنی اینا در اجراءاتشون مستقلانه رفتار میکنن و تصمیم اتخاذ میکنن. مورد عمده که البته از این اتهام ها برای این شرکت ها چه هست یا کدام ها هست؟ خب من خدمت شما اشاره کردم، مطابق به ماده 47 قانون نافذه تدارکات افغانستان و در این راستا که طرز عمل هم صراحت های خاص خودش را داره، هر شرکتی بخواهی که در اسنادهای تدارکاتی خود تزویر بکنه، جعل بکنه، تبانی بکنه، یعنی اونجا چندین موارد هست که بیشتر بحثایی که شما در حقیقت امرش در 134 شرکتی که در فهرست محرومیت جا گرفتن به اساس فیصله کمیته محرومیت، اینا در حقیقت امرش بیشتر بحث تزویر بوده، بحث جعل بوده، اینا تزویر کرده بودن در مجوز کاریشان، تزویر کرده بودن در کار مشابهشان، اینا تزویر کرده بودن در اسنادهای تدارکاتیشان. در حقیقت امرش بیشترین اموالی که صورت گرفته و موجب محرومیت از این شرکت ها شده بحث تزویر و جعل کاری هست. این وضعیت از چه زمان ادامه داشته آقای نجمه؟ خب در گذشته هم وضعیت وجود داشته، یعنی به این معنا که در گذشته هم بنام بحث محرومیت وجود داشته، اما پس از این که خوشبختانه تیم نوی که شکل گرفت در راستای اصلاحات تدارکات افغانستان و تانست مطابق به یک راهبرد خیلی جامع اصلاحات را در نظام تدارکات افغانستان مورد تطبیق قرار بده، به اساس اصلاحات به میان آمده شما بیشترینه دقت و سرعت را در این پروسه میبینین و خوشبختانه نتیجه هم داده. شما میبینین که امروزه با وجودی که ما هنوزم درگیر مبارزه با فساد با او علاقات مافیایی هستیم که در گذشته خیلی به گونه سهل و آسان میتونستن پروژه ها را به دست بیارن، اما امروزه مطابق به اصلاحاتی که با وجود آمده، مطابق به قانون نمونه‌ای که ما در سطح منطقه داریم، خیلی قانون در حقیقت امرش مدرن جامع و پاسخگوی نیازمندی ها است، اینا توانسته به عنوان امو مؤلفه ها و میکانیزم هایی که بتونه در مقابله با فساد و یا پیشگیری در بحث مبارزه با فساد مطرح باشه، مفید واقع شده، سودمند واقع شده و این ارزشمندی توانسته که ما را در عقد امرش موفق به این بگردانه تا ما بتونیم شرکت هایی که خلاف ورزی میکنن، خلاف رفتاری میکنن، اینا را ما محروم در لست محرومیت، اما کمیته محرومیتی که در عقد امرش مطابق با قانون شکل گرفته محروم بسازن. بس دیگر خدمت شما که برز برسانم، بحث شفافیت هست. بله. شما بهتر میفهمین که ما 4 اصل به عنوان اصول ارزشی و اصول دورنمای خود تعیین کرده. ما بحث شفافیت در تمام پروژه ها، بس پاسخگویی در تمام پروژه ها، بس مسئولیت پذیری تمام اداراتی که دخیل هستند در بس پروژه ها، و بس تأمین رقابت سالم بین داوطلب ها را من حیث 4 ارزش اساسی و اصلاحی خود قرار دادیم که در این راستا ما فعالیت میکنیم. و در ضمنش هم خدمت شما باید عرض برسانم و نوید هست برای ملت بزرگ افغانستان که اداره تدارکات ملی تانسته ذریعه تفاهم‌نامه‌ای که با OCP یعنی سازمان بین المللی مشارکت باز که بیشتر حوزه کاریش در راستای قراردادهای باز هست، یعنی قراردادها باید باز صورت بگیره، مذهان عمومی رسانده شوه که در قراردادها چی جریان داره، باید قراردادها به دست نشر سپرده شوه و استانداردهایی هم که OCDS برش خطاب میکنن در روش هم یک مقدار معیارات و مؤلفه های درد شده که در سطح منطقه دولت ما خوشبختانه که با تفاهم نامه که انعقاد کرده ما یک تدارکات یا نظام تدارکات مدرن را می خواهیم شکل بدیم که اصلاحات در عقد امرش در نظام تدارکات افغانستان که مو نسل اول را خود را داشت که ما چطور تانستیم زیربناها را زیر ساختار ایجاد بکنیم، قوانین و مقررات را تانستیم بازنگری بکنیم، تجدید نظر بکنیم، تعدیلات در این قسمت وارد شد که امروز خوشبختانه افغانستان به عنوان یک دولت که تانسته قانون تدارکاتش مطابق به معیارات باشه داشته داره و در ضمنش هم به اساس این قانون ما تانستیم طرز العمل ها، رهنمودها، لوایح و اصولنامه های خود مورد بازنگری قرار بدیم. پس از او ما ساختارهایی که داشتیم در گذشته به عنوان ساختارهای تدارکاتی که او چالش های خودش را داشت کردم، اگر به سر تک تک از او صحبت بکنم من فکر میکنم از اون صبر و حوصله برنامه خارج هست، یعنی تمام بحث تطبیق اصلاحات در نسل اول نسل دوم ما را در حقیقت امرش اما تانست که
تقویه بکنه و حمایه بکنه تا ما بتونیم این میکانیزما و مؤلفه را در راستای هرچی بیشتر شفافیت در پروسه های تدارکاتی و در ضمنش هم در پیشگیری از فساد اتخاذ بکنیم و عملی بکنیم. آنجمن گفته شده که 3 میلیون دلار جمع آوری شده و به خزانه دولت رفته. در اینجا یک عضو مجلس نمایندگان گفته که شما زمانی که قیمت ها را پایین آوردین در ضمن کیفیت هم پایین آمده. در اینجا چه شوه که قیمت ها پایین بیاید و در کیفیت کم توجه صورت بگیره؟ بس ما فکر میکنیم یک مقدار خلط شده. وقتی شما میگین در پروسه‌های تدارکاتی ما یک اصطلاح دارم به نام آفر جوابگو. تا زمانی که یک اداره تدارکاتی آفر جوابگوی خود به دست بیاره نمیتونه که قرارداد را عقد بکنه. آفر جوابگو سه مشخصه خیلی عمده داره: توانایی مالی، کیفیت و مؤثریت. یعنی هی سه شاخصه هست که باید در آفر جوابگو نهفته باشه و تمام قراردادهایی که صورت میگیره و مطابق با قانون باید آفر جوابگو ارائه شود تا بتونه اداره تدارکاتی پس از اون انعقاد قرارداد یا مراحل بعدی تدارکات را به پیش ببره. بس 3 میلیون دلار که خدمت شما اشاره کردم و شما هم اشاره کردین، شما میفهمین در پروسه‌های تدارکاتی که 16 یا 17 مرحله هست به گونه تکنیکی وجود داره، بس تضمین آفر، یعنی هر کس میخواد که در آفر گشایی اشتراک بکنه یک مبلغ مشخص را با توجه به اما رقم کلی پروژه به عنوان تضمین آفر باید بگذاره. این تضمین آفر پس از اینکه شرکت تثبیت شد و ثابت شد که جهل کرده، تزویر کرده و در حقیقت عملش فساد کرده و میره به رست محرومیت، در این جهه است که مطابق با صلاحات احکام قانون پول متذکره و یا وجوه متذکره تحت ضبط قرار میگیره و از بابت 134 شرکتی که به فهرست محرومیت اینا داد شدن و افزود شدن مبلغ حدود 3 میلیون دلار آمریکایی به عنوان تضمین آفرایی که وجود داشته تحت قیمومیت دولت آمده و به گونه ضبط نزد دولت وجود داره. بله. آقای نجم، شما هم اشاره کردین که محرومیت یک اصل حقوقی در نظام تدارکات از ذقن این شرکت ها 134 شرکت خیلی نا محروم شدن یا باز میشه که اینا به کار خود ادامه بدن، چون نظر به تجارب قبلی پیش مردم یک سلسله پرسش ها خلق شده است. خب شما میتونین بسیار سوالی که مطرح کردین حائز اهمیت هست و پاسخ هزی هم خیلی ساده هست. شما و تمام ملت بزرگ ما میتونین که یک سر بزنن و وبسایت اداری تدارکاتی میده و تمام ادارات تدارکاتی در حقیقت امر هر زمانی که هر شرکت و فهرست محرومیت درج میشه و تمام ادارات تدارکاتی ای پخش میشه، اطلاع رسانی صورت میگیره و در ضمنش هم در وبسایت اداری تدارکات ملی فهرستی شرکت ها وجود داره. هر کس، هر شهروند خیلی به سادگی میتونه که بره به وبسایت اداری تدارکات ملی ببینه که کدام شرکت در فهرست محرومیت قرار داره و با توجه به اون مسئله میتونه که پروسه های تدارکاتی خود را به پیش ببره. خیلی خوب، باز هم شما برای از این بردن فساد چه برنامه ها دارین در این اداره؟ خب ما در حقیقت امرش در راستای مبارزه با فساد در اداره تدارکات ملی و در مجموع در نظام تدارکات افغانستان بله. مطابق به یک راهبرد فعالیت میکنیم. در اون راهبرد ما چندین مشخصه به عنوان بحث های مبارزه با فساد وجود داره که ما بحث چطور بتانیم قواعد شفاف را در پروژه ها مطرح بکنیم. قواعد شفاف شامل اطلاع رسانی باید چگونه صورت بگیره و چطور ملت خبر شود که کدام پروژه در کدام مسیر در کدام موارد در کدام مرحله کار قرار داره. یک بحث دوم ما چطور بتانیم اعتراضات را، یعنی کسایی که اگر شکایت داره اعتراض داره در رابطه با پروسه های تدارکاتی و در راستای از او به گونه درست و شایان و شایستهش رفتار باید صورت بگیره و پاسخگویی منظم باید وجود داشته باشه که سر از این بیشتر ما کار میکنیم. بحث دیگه که ما در حقیقت امرش در بحث پیشگیری از فساد ما انجام میدیم، ما یک ساختار مشخص را در حقیقت امرش برای اولین بار در نظام اداری افغانستان ایجاد کردیم به نام ریاست ارتباطات استراتژی و تامین شفافیت و ما کلمه انگلیسی اگر شما بگین یک بخشش انتگریتی دیپارتمنت میشه یا انتگریتی یونیت میشه که در شرکت ها و تاسیسات بین المللی و اکثر کشورهایی که در حقیقت امرش تجربه موفق دارن وجود داره. ما تونستیم با ایجاد ساختارهایی که بتونن چطور اما اساسات معیارات را تطبیق بکنه گام برداشتیم و در این راستا کار میکنیم. ما تونستیم که یک کاملا متخصصین را جذب بکنیم تا بتونن اینا در حوزه
تشخیص آسیب های فساد اداری در حوزه تدارکات کار بکنن، تحلیل بکنن، ارزیابی های خود ارائه بکنن که در کدام ساحه تدارکات میتونن آسیب های فساد بیشتر احتمالش وجود داشته باشه، اونا رو تحلیل بکنن و چطور میشه این وقایع شوه، پیشگیری شوه، از این بالا از این کار بکنن. کاملا سر از یک تیم متخصصین کار داره. در ضمنش چطور به اما قسمی که خدمتتون در اول اشاره کردم به شکایات رسیدگی صورت بگیره، چطور ما بتونیم در بحث محرومیت که یکی از بحث های اساسی و عمده در بحث مبارزه با فساد هست، این را بیشتر در حقیقت امرش غنی بسازیم، تقویه ببخشیم، یعنی بالای میکانیزم های مختلف و روش های مختلف که بتونه با توجه به شرایط و آل حوزا در کشور ما و در ضمن شما فراموش نکنیم هدایت احکام ماده دهم قانون اساسی کشور را که در اوج دولت موظف و مکلف هست تا از سکتور خصوصی حمایت بکنه. ما تلاش ما این هست که هم در سکتور عام هم در سکتور خصوصی و نهادهای مدنی را با خود داریم که به عنوان ناظر و نظارت مردمی و شهروندی از پروسه های تدارکاتی، از کارکرد اداری تدارکات ملی داشته باشه و ما چطور بتونیم بحث پاسخگویی، بحث مسئولیت پذیری، بحث شفافیت را این انتقال بدیم به سکتور خصوصی همچنان. یعنی سکتور خصوصی ما با همون شفافیت کامل، با همون نهادی نشدن فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت پذیری، اینا هر کدامش عمل بکنن و ما یک مثلث طلایی در حقیقت شکل کردیم پیش خود که اون مثلث طلایی یک طرفش دولت هست یا نهادهای عامه هست، سکتور خصوصی هست و نهادهای مدنی هست. اینا چطور میتونن در یک هماهنگی مشترک در بحث مبارزه با فساد، چون کار بحث مبارزه با فساد یک طرفه و یک جانبه نمیشه تا شما زمانی که متقین به این نشین افراد چی حقیقی چی حقوقی دخیل در پروسه ها را باورمند بری نسازین که فساد چالش هست که میتونه هم بخش عامه هم بخش خصوصی و در مجموع زیربنای کشور را آسیب پذیر میسازه، این را باید اول تلقین بکنین، باورمندی ایجاد بکنین، پس از او اعتماد باید ایجاد شود، پس از اعتماد ما میتونیم چطور او شاخص ها و مؤلفه ها را در حقیقت امرش تثبیت بکنیم و پس از او را چطور بتونیم عملی بسازیم تا ما بتونیم یک نظام تدارکات آری از فساد داشته باشه و در حد اقل در حد اقل اما آسیب پذیری ها را برسانیم. ما فکر میکنیم در صورت باز ما میتونیم اما پروژه ها را و امید و آرمانه ملت ما را که علاقه من هستن سرک با کیفیت ساخته شود، کلینیک با کیفیت ساخته شود و تمام امور زیربناها و گونه درستش باید پروسه تدارکاتش به پیش برده شود، ما در صورت باز میتونیم که در حقیقت امرش هم نسل سوم تدارکات افغانستان را که تدارکات الکترونیکی هست زمینه سازی بکنیم و بریم به طرف تدارکات برقی شدن که تدارکات برقی شدن به عنوان یکی از میکانیزم های خیلی مؤثر و مثمر در راستای انکشاف اقتصادی توسعه زیربناها مطرح است، بتونیم از او داشته باشیم و از این مزیت استفاده کنیم و ملت ما در حقیقت امرش پس از عالم از نارضایتی ها، عالم از مشکلات، بریم به طرف خوشبختی و بریم به طرف یک جامعه که حداقل بحثای تدارکاتی ما و بحثای زیربناهای ما، توسعه زیربناهای ما، اینا همیش به گونه شفاف و به گونه که فرهنگ پاسخگویی، فرهنگ مسئولیت پذیری و فرهنگ که بتونه اصول امانتداری را تامین بکنه این رایش بسازن. آقای نجمان، برای ما که شما گفتین دقیقاً چقدر زمانگیر است و یا چقدر از این تا حالا عملی شده؟ خب شما میفهمین در بحث راهبرد زمانی که ما میایم برنامه‌های خود مطرح میکنیم در سه طیف اینا رو ما مطرح میکنیم، برنامه‌ای که کوتاه مدت هست، میان مدت هست و دراز مدت هست. برای هر کدام از این در قطعه زمان بندی شده و بر اساس زمانی که ما در اوج تعیین کرده و مشخص ساختیم داریم این برنامه رو تطبیق میکنیم. خیلی خوب، آقای نجمان در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه اگر حرفای اخیری هم داشته باشین. سلامت باشین، تشکر. بازم به عنوان جوان و به عنوان کسی که به نمایندگی از جوانانی که واقعا با اندیشه نو و ابتکارات نو و خلاقیت‌های نوین در حوزه تدارکات در این اداره فعالیت میکنن، به ملت بزرگ ما اطمینان میتم که ما نهایت سعی و تلاش ما عمی هست تا ما بتونیم پروسه های تدارکاتی را و تمام نظام تدارکات افغانستان را به اساس قوانین و مقررات و طرز العملهای ما که به عنوان یکی از اسناد معتبر در حوزه تدارکات در سطح منطقه مطرح هست این را عملی بسازیم و در ضمنش هم چطور بتونیم دست او حلقات و شرکت هایی که میخواین خلاف ورزی بکنن و به گونه فساد آلود در بحث پروژه ها داخل شوند اونا را جلوگیری بکنیم و خیلی میخواییم یک بحث در آخر خدمت شما مطرح بکنم و بیننده عزیز ما که لطفاً از تمام رسانه ها ما این خواهشم هست که لطفاً اوی در شرکت هایی که با توجه به اسناد تزویری و جعلی میخواین
پروسه ها و یا فرایند اصلاحات در نظام تدارکاتی افغانستان سبوتاج بکنن، موقع نتن و بگونه وسیله در استفاده از اونا قرار نگیرن. ما چند مورد در حقیقت هم شاهد هستن از برخی رسانه هم که اون شرکت هایی که محروم شدن با اسناده ناموثق که اعتبار هم نداره در رسانه ها ظاهر میشن، ذهنیت و افکار آمه را مخشوش میسازن، در حالی که اداره تدارکات ملی وبسایتش و تمام پروسیجرهایی که در حقیقت هم شکل گرفته در راستا وجود داری اسناد و ملت ما و تمام بیننده هایی که همین اکنون ما را میبینن میتونن که با او وبسایت مراجعه بکنن و در این راستا معلومات خود جامع تر و بهتر بسازن. خیلی سپاس بختیار نجمان، عامل تامین شفافیت اداره تدارکات ملی، از شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار. We'll be right back.